سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل ظاهراً در واکنش به گزارش وال استریت جورنال در صفحه توییترش نوشته است که از آمادگی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل سال آینده پشتیبانی می‌کند، اما می‌افزاید که زمان برگزاری این انتخابات وابسته به افغانان است. وال استریت جورنال نوشته است که برای پیشرفت در گفتگوهای صلح، گزینه نشستی را مانند نشست بن بررسی می‌کند که در آن طالبان نیز شرکت کنند و پس از آن یک حکومت ایجاد شود. اگر کمک بکند تأخیر انتخابات یا اداره موقت به یک صلح جامع، در اون صورت اشکال وجود ندارد. یکی از کسان نزدیک به حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، برگزاری انتخابات را در شرایط کنونی بی‌معنا می‌داند. پس 5 ماه بعد وقت از حکومت هم پوره میشه. پس که وقت حکومت پوره میشه، خوب است که یک اداره موقت قابل قبول برای طرفین باشه و اونا بتانند که باز برای انتخابات شفاف و سرتاسری راه هموار بکنند. در همین حال معاون شورای عالی صلح اولویت دادن به آمدن صلح را مهمتر میگوید. هر قدر کار صلح پیشتر شود، نزدیکتر شوه و بو حق ولید داده شوه، ای بخیر ملت افغانستان است. باز در صورت انتخابات هم خوبتر یعنی دایر شده خواهد تا نیست. رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز میگوید که سیاستگران داخلی و خارجی رایزنی ها را درباره ایجاد حکومت موقت و به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری آغاز کردند. ما بفهمیدیم که انتخابات برگزار نمیشه. ما طبیعی است که امروز وقتی از جانب امریکایی های مثلا مطرح میشه، دیگه جای سوال واقعی نمیمونه. به یقین که انتخابات به تاخیر میفته. اما ریاست جمهوری بر برگزاری انتخابات به روز 31 ماه حمل سال آینده تاکید میورزد. حکومت افغانستان به اساس فرمایش قانون اساسی کشور و تاریخ اعلان شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بر برگزاری انتخابات 13/98 ریاست جمهوری کاملا متحد است. وال استریت جورنال به نقل از منابعی که خواستند نامشان گرفته نشود میگوید که برخی از مقام‌های آمریکایی از تخطی‌ها و بحران سیاسی که با انتخابات‌های افغانستان همراه است نگران هستند و بیم دارند که انتخابات ریاست جمهوری روند صلح را که از سوی زلمه خلیلزاد به پیش برده می‌شود صدمه بزند.